نور ماه شب چهارم و چند ستاره کافی بود تا لوکا دزده در شبی پوشیده از ابر از پنجره اتاقک روی شیروانی داخل خانه بشود و دزدی درجه یکی را انجام بده دیگر کار خودش را کرده بود لوکا با کیسه پر روحی خوشنون، لحظه ای به آسمان در حال صاف شدن نگاه کرد و سپس با تومنینه پشت بام را سکوت و خلا همه دنیا را در بر گرفته بود گویی در دنیا هیچ کس نبود به غیر از لوکای روی پشت بام. لوکای نزدیک به آسمان پیام کمرش خستگی بود و پیام قلبش آرامش دیگر لزومی نداشت از چیزی بترسد در حالی که کیسه حاوی اموال دزدی را به دقت روی شانهایش جاسازی کرده بود روی آجر فرش پشت بام نشست و دستش را به دیوار اتاق روی شیربانی تکیه داد تا پنج دقیقه استراحت کند این اجازه را داشت هیچ یک از رفقای لوکا تا به حال دزدی به این بزرگی انجام نداده بودند. اتاقه که بالای پشت بام از میان شیروانی سر برابرده بود و دو انتهای شیروانی تا خط افقی کلاهکان یعنی مرتفع ترین نقطه پشت بام نیز آجر فرش بود. لوکا از کنار اتاق روی شیروانی با بلند کردن سرش خط افقی کلاهک شیروانی را میدید که آسمان را شکاف داده بود. لوکا با نگاهی به مقابل و اطراف خود متوجه شد که سراسر پهنه صاف و وسیع شیربانی تنها با دودکشی که بخش زیرین آن به لبه شیربانی چسبیده بود ناهموار شده بود. استراحتش مشاهده آجرها بود. او قادر بود مانند گربه روی پشت بام راه برود. لوکا تشویق دوستان و حتی مددایی رئیس دسته دوستها را در وصف خود پیش بینی میکرد. لوکا دزده بدون ساعت نیز قادر بود زمان را به درستی تشخیص دهد. به محض به پایان رسیدن پنج دقیقه لوکا دست خود را از روی دیوار برداشت ریسمان کیسه را به دست گرفت یکی از دستهایش را روی شیروانی گذاشت و آن را روی آجرها فشار داد سپس بلند شد و ایستاد اما ناگهان نگاهش به خط افقی کلاهک شیروانی افتاد و خون در رگهایش منجمد شد از پشت قله شیروانی سری بزرگ و سیارنگ ظاهر شده بود به همراه دو چشم براق که در تاریکی با آزرخش ساطع شده از خود لوکا را سر جایش خوش کرده بود. چند لحظه بعد مردی در بلندترین نقطه پشت بام ایستاد. او دستانش را با فاصله دور از هم نگه داشته و هفتیرش را مستقیم به طرف لوکا نشانه گرفته بود. مرد در کمال خونسردی دستورش را صادر کرد. دستا بالا. لوکا دزده با ترس و لرز دستانش را به سمت بالا برد. مرد ادامه داد. بیاره کرد. بی اینکه صدایش را بالا ببرد، به نظر لوکا رسید که کلمات گوشخراش او در فضا میپیچیدند پیچیدند. لوکا صدای زربان قلبش را میشنید، صدای شبیه به شکستن. دلش میخواست یکی از دستایش را کمی پایین تر بیاورد تا تعادلش را حفظ کنند. مرد را شناخته بود. یکی از باهوشترین و بیتره همترین های شهر. آنها یکدیگر را تقریبا ده ثانیهی برانداز کردند. مرد پلیس باعث شده بود که نگاه هایشان به هم دوخته شود اما لوکا بالاخره نگاهش را به سمت دیگر یعنی به طرف زانوها فراری داد دستانش هر چند لحظه یک بار به سمت پایین متمایل می شدند اما میکوشید تا آنها را کاملا بالا نگه دارند در آن مدت کوتاه ده ثانیه‌ای به سرعت تصوراتی چند در مخیره لوکا شکل گرفت زد و خورد با دستان نفرت انگیز پلیس اموال دزدی درون کیسه دستبندها، و سپس رفقا و رئیس دسته دزدها که این وقایع را خواهند شنید اما همه این تصاویر در اثر وزش باد ترس فرو ریخته و پراکنده شدند پلیس به طرف انتهای خط افقی کلاهک شیروانی رفت چند قدمی پیش آمد لوکا دزده با وجود اینکه خیلی ترسیده بود متوجه شد که پلیس به خوبی قادر نیست تا عادل خود را روی شیروانی آجرپوش حفظ کند و شاید به همین علت بود که ترجیح میداد سر جای خود ثابت بیستد. مثل این بود که روی دو پایش سبز شده باشد. پاهایی با ساقای کوتاه و کمی دور از هم. همانطور که هفته خود را مستقیم به طرف لوکا نشانه گرفته بود گفت برفام توجه کن. از جاد بلند میشی میای اینجا؟ دستا بالا. با اولین حرکتی که بکنی بیاد چلیک میکنم. چه دستات پایین بیاری؟ چه مسیرت تغییر بدی؟ بیا دون لوکا. هنگام نطق پلیس لوکا در ذهن خود بررسی میکرد که آیا میتواند خود را به سمت راست به لبه پایین دودکش برساند یا نه. اما با این عمل یکی از تیرهای هفتیر نصیبش میشد. مخفی شدن در اتاق روی شیروانی هم در حکم تله او بود. هیچ کاری نمیتوانست انجام دهد جز اطاعت محض لوکا بدون کمک دستایش موفق شد چند قدمی بردارد. اما چند لحظه بعد برای هرچه بیشتر به تعویق انداختن لحظه لمس دستان پلیس و مطابق غریزه حرفهایگری شغلیش آرام آرام و یک قدم یک قدم در امتداد اسلحه پلیس به صورت مایل از پشت بام بالا رفت دستانش به اندام او رعشه وارد میکردند پلیس پوسخندی زد و گفت زود باش کیست خیلی سنگینه دیالا تونتر لوکادوزی میخواست جوابش را بدهد اما فقط توانست چند هجای نامفهوم و آرام را ادا کند متوجه شد که تا آن لحظه کلمه ای هم حرف نزده با سکندری های مصنوعی و ماهرانه خاص خود چند قدم دیگر هم روی انبوه آجرها راه رفت بیا جلو دون لوکا کارت محشره حقت ببرمت که بخوابی وگرنه یا ایسا مسیح. قلب لوکا از فرط حیرت و شادی بالا و پایین پلیس در اثر حرکتی کوچک از روی بی در یک آن لغزید و بسیار محکم روی آجر فرش شیروانی پرد شده بود و لوکا در مقابل چشمانش مرد درست شیکلی را که در حال قل خوردن از فراز بلده شیروانی بود حالا دیگر نوبت لوکا بود که به طرف قله شیروانی حرکت کند پلیس که به کلی دست شده بود با دست چپ محکم به آجری چسبید اما آجر از جا درآمد و کنده شد و همراه با ساییدگی ناخونهای پلیس روی پی زیرین آجر از جا کنده شده ناله ضعیفی از او به گوش رسید تلاش بیهوده او برای گرفتن آجری دیگر منجر به از دست دادن اسلحهاش شد دوباره قل خورد و سرش به دودکش حسابت کرد لوکا دزده که به قله شیروانی رسیده بود سرش را برگرداند و دید که پلیس به لبه شیروانی رسیده و در خلع ناپدید شد شادی و شعفی عمیق تک تک ذرات وجودش را سرشار از انرژی کرد مانند افراد رویایی به سمت پایین خیره شد به جایی که جسم دشمن محو شده بود و با این کار متوجه شد که هنوز همه چیز به پایان نرسیده است زیرا هر دو دست پلیس محکم لبه شیروانی را گرفته بود و با قدرت هرچه تمامتر تقلا می کرد خود را بالا بکشد لوکا روی خط افقی کلاهک شیروانی نشست و به آن دو دست بزرگ که هر لحظه امواج لرزش و تهدید در آنها شدیدتر میشد زل زد به انتظار نشسته بود تا پیش از ترک محل شاهد ناپدید شدن آن دو دست باشد. شادی امیری که برای دقیقهی به مرز خلصه رسیده بود آرام آرام پروکش کرد. دیگر خیال لوکا دزده راحت راحت شده بود و مثل کسی که در سالن تئاتر مشغول تماشای لحظات حساس نمایش باشد سرگردنش را کمی جلوتر از بدنش آورده بود. در خیال خود جسم معلق در فضایی را تصور می کرد که تا لحظات دیگر به طرف پایین پرت می شود. جسم دشمنی را که به شدت به سنگ و خیابان می گوشهایش را تیز و آماده کرد تا صدای آن تصادم را بشنود. یکی از آن دو دست دیگر تاب مقاومت نداشت و از لبه شیدوانی جدا شد. اما خیلی زود همه نیروها و قدرتهای بشری برای یک لحظه در دست دیگر پلیس جمع شد. کمی بعد همان دست جدا شده دوباره به لبه شیلوانی چنگ زد و این بار نوبت آن دست پر از نیرو بود که در هوا رها شود. ناگهان احساساتی ناشناخته در روح لوکا دزده جرق بزد اما بسیار متفاوت با شعف خلصه مانند چند لحظه پیش. او پلکایش را روی هم گذاشت و به هم فشرد. دوباره چشمانش را باز کرد. احساس کرد که از سمت پایین صدای آخرین نفس مرگباری می آید. نفسی برخواسته از آن دو دست. لوکا دزده دیگر چیزی نفهمید و فورا و بی اراده از جا برخاست. در یک آن کیسه را از دوشش برداشت و روی آجر فرش گذاشت. بار دیگر چشمانش را باز و بسته کرد. لحظه ای تصویر دستی از نظرش گذشت و بی اینکه فکر کند چه کاری میخواهد انجام دهد و چرا یک راست به طرف پایین دوید. نزدیک آن دو دست رسید. خود را سینه خیز روی آجر فرش کشید و با یکی از دستهایش گوشه دودکش را محکم گرفت. بدنش را با تمام قدرت به جلو کشید. دست دیگرش را پیش آورد و فریاد زد سفت بگیر. لوکا با هر چه نیرو در توان داشت به شدت دست بالا آمده پلیس را فشرد. پلیسی که در هوا دست پا می لوکا دست را به زور به طرف خود به سمت بالا کشید. همانطور که یک ماهی گیر تور سنگین پر از ماهیش را بالا می کشد. احساس کرد که دست پلیس نیز دست او را می فشارد. سر پلیس بالا آمد. شانهایش هم لوکا باز هم ادامه داد پلیس با او همکاری کرد و بالاخره تمام بدنش روی شیروانی قرار گرفت لوکا با مصرف آخرین ذخیره انرژیش به پلیس کمک کرد تا گوشه ای از شیروانی بنشیند و پس از آن سکوتی ممتد و شبی که آرام به حیات خود ادامه میداد پلیس به طرف پایین به اعماق خیره شده بود اما صد درصد چیزی نمیدید لوکا دزده پلیس را که پشت به او نشسته بود نگاه میکرد، اما نمیدانست که چرا او را نگاه می کند. آرزویش فرار از آنجا بود اما دیگر کوچکترین حرکتی نمیکرد. گویی منتظر چیزی بود اما نمیدانست چه چیزی و چرا؟ سرانجام پلیس بدون اینکه سرش را به طرف رفیقش برگرداند واژههایی را زیر لب زمزمه کرد. لوکا متوجه نشد که او چه میگوید؟ بنابراین سوال کرد چی گفتی؟ پلیس همچنان که سرش پایین بود حرفهایش را تکرار کرد. چقدر هوا سرده لوکا دلش گرفت مرد پلیس سرش را میان دو دستش گرفت و گریه آرامی سر داد لوکا دزده در جیبش به دنبال کبریت و سیگار گشت سیگار را روشن کرد و آن را به پلیس تقدیم کرد بگیر پلیس سرش را به طرف لوکا برگرداند لوکا با صورتی خیس اشک روبرو شد و سپس در حالی که به پایین خم می شد تا سیگار را میان لبهای پلیس بگذارد جملهاش را تکرار کرد بگیر سیگار میان لبهای پلیس میلرزید چند لحظه بعد پلیس منمن کنان لب به سخن گشود متشکرم سیگار از دهان پلیس افتاد و به طرف لبه شیروانی قل خورد به تندی آن را برداشت با بیاعتنایی شانههایش را بالا انداخت و خودش سیگار را تا ته کشید پلیس دوباره سرش را میان دستانش گرفته و در خود فرو رفته بود لوکا پس از کشیدن سیگار ایستاد و بدون کوچکترین نگاهی به پلیس دوباره از شیروانی بالا رفت به خط افقی کلاهک شیروانی رسید جایی که کیسهاش را رها کرده بود اگر کیسه را روی دوشش میگذاشت از طرف دیگر شیروانی پایین میرفت و از ناودان آب به طرف پانی سر میخورد و روی زمین فرود میآمد ما ناپدید شده بود و دیگر حتی تودهای ابر هم در آسمان به چشم نمیخورد لوکا دزده غرق در غرور به تشویق رفقا و حتی مداهی رئیس دسته دزدها در وصف او به خاطر دزدی پربارش اندیشید پیش از ترک پشت بام و در آغوش کشیدن نافدان بار دیگر به با آسمان نگاه کرد لوکا دزده شبهای بسیار زیادی سر کار رفته بود اما هرگز متوجه ستاره های بیشمار آسمان شب نشده بود شما دعوت می‌کنم داستان خروس نوشته ماسیمو بونتمپلی را بشنوید لوچیانو خروسی را به عنوان هدیه از ده برای آشنایانش فرستاد. وقتی که خروس از راه رسید، آشنایان او پدر بزرگ، مادر و ساندرینو سر میز غذا بودند. دولورس فریاد زنان و آشفته در آستانه در اتاق نارخوری ظاهر می شود. سپس هر سه نفر از دور میز بر می خیزند و برای دیدن خروس به سوی آشپزخانه می دوند. خروس زیر مخزن زرفشوی پناه برده بود. شق قرق و رق و زیر ظرفشویی سبز شده بود و فقط گاهی با حرکات متناوب و نامنظم سر و گردن و نوک خود گویا به طرف آدمای دور برش با دقت هرچه در دشنه پرتاب میکرد آدمایی که آرام و صدا فقط او را نظاره میکردند همگی چسبیده به هم در فضای میان چارچوب در حتی دولورس نیز حرف نمیزد اما او از خروس نمیترسی لبخند رضایت آمیزی بر لب داشت و احساس میکرد در ده است. دلش میخواست حرفی بزند اما کلمات را پیدا نمیکرد. از نظر او شرم اربابانش مسخره بود. سرانجام پدر بزرگ به حرف آمد و گفت این یه خروسه. در علم جانورشناسی بهش میگن گالوس کریستاتوس. همین کافی بود که پدر بزرگ نام حیوان را بر زبان آورد زیرا ساندرینو همچون دیوانه و شی زنجیر پاره کرد و با نهرهی بلند و جنگجویانه قصد کرد به طرف خروس بدود. خروس نیز با پرشی شدید و ناگهانی بی به طرف ساندرینو حمله کرد. اما مادر فریاد زنان شانه ساندرینو را گرفت و او را به طرف عقب کشید. سپس دولورس خندکنان وارد آشپزخانه شد و مستقیما به طرف ظرفشویی حرکت کرد. روی سر دشمن خم شد و با حرکتی دقیق با یک دست پای خروس را گرفت و پیروزمندانه بلندش کرد. سر و گردن خروس پایین بود و مدام تکان میکرد. پرهای او به هوا برخواسته و چشمانش نیز همچون سنگ های گرد و گروله شده بود. دولورس در حالی که برق در چشمانش می گفت همین الان بکشیمش؟ هر سه نفر چسبیده به هم در چارچوب در از ترس لرزیدند اما مادر فوری به بهانه منطقی و مستدل دست یافت. آقا فردا صبح بر می منتظر میشیم ایشون هم خروس رو ببینن. و به این ترتیب تب و تاب و اشتیاق سوزان دولورس را فرو پدر بزرگ و ساندرینو نیز تقریبا یک صدا با همدیگر گفتند آره آره دولورس به روشنی تأکید کرد فردا صبح به مرز این که ارباب اونو دید میکشیمش. اینطوری بهتره. واسه نهار شنبه اما و بلا فاصله افزود تا فردا صبحونو کجا بذاریم؟ از میان نظرهای گوناگون نظر دولورس پذیرفته شد. قرار دادن خروز در ایوان کوچک انتهای راهروی ورودی. دولورس فوری خروز را به ایوان برد. ریسمانی کوتاه به یکی از پاهای او بست در حالی که ساندرینو مرتب سفارش میکرد بلندتر، شلتر و سرانجام به آشپزخانه برگشت. بقیه اعضای خانواده لحظه ای پشت شیشه پنجره مکس کردند تا خروس زیبا را نظاره کنند. گویی خروس بدون هیچ گونه حرکتی وسط ایوان سبز شده بود. ایده لوچیانو مبنی بر فرستادن خروسی برای دوستان شهریش ایده عجیبی بود. اما باید به رسم تشکر برای اون نامه نوشته میشد. از این رو مادر رفت تا نامه تشکرآمیز را بنویسد. ساندرینو هم رفت تکالیف مدرسهش را بنویسد و پدر بزرگ هم آماده خواب شد. فکر می کنم ربع ساعت نگذشته بود که ساندرینو نوک پنجه نوک پنجه راهرو را پشت سر گذاشت تا دوباره نگاهی به ایوان بیاندازد اما در همین اسنا صدای خشخشی شنید و برگشت مادر بود از غذا ایدهی مشابه ایده ساندرینو به ذهن مادرش هم رسیده بود مادر گفت پس تکالیف مدرسه چی؟ ون مرتب ساندرینو جواب داد پس نامه چی مادر؟ هر دو خنده کنان سر کارهای خود برگشتند تا اینکه سرانجام در اتاق پدر بزرگ باز شد البته زمان صرف اسرانه بود و صد البته حق مسلم همه برای بازگشت دوباره به آستانه ایوان و زل زدن به مهمانشان دیگر خروز مشغول قدم زدن شده بود شق و رق و محکم و البته غمگین بالکن کوچک همچون حیاتی محصور مینمود در گوشه ای از ایوان دولورس بشقابی پر از غذای پرنده قرار داده بود اما خروس حتی به آن نوک هم نزده بود پدر بزرگ به حرف آمد خروس جزء یکی از باوشترین حیوان هست ساندرینو تأکید کرد به خودش خیلی اهمیت میده مادر آه رقتباری کشید و گفت اون تو مزرعه آزاد بوده میون مرغاش دولورس ناگهان سر رسید و با شنیدن کرمه مرغ ها پقی زد زیر گریه. دولورس؟ چه شده؟ دولورس در میان حقیق گریه پاسخ داد چیزی نیست خانم چیزی نیست و دردم گریهش را تمام کرد. سپس به سرعت پشت دستانش را روی چشمایش مالید و ادامه داد گردن تنش جدا میکنیم یا با چاقو می برقی در چشمان دولورس درخشید. خانم بدون درنگ پاسخ داد فردا. گفتم که فردا خروس به انگام رجای طولانی خود به سمت جلو و عقب به هیچ وقت به زندانبانان خود نگاهی نمیکرد خورشید که در حال افول از گنبد آسمان بود پرهای پشت بدن خروس را با رنگهای قرمز و قهوهی خونی مجروح کرده بود دولورست چفت و بست پنجره را باز کرد خروس با شنیدن سر و صدا برگشت پرتوهای خورشید تاج و ریش گوشتی زیر گردن او را نیز روشن کرده بود با پاهای بلندش گام بر می داشت. پرهای دومش هوا را می و پرهای سینهاش نیز از فرط خشم نهان و فرو به هوا برخواسته بودند. مادر گفت می تصور کنین که اون یه روزی جوجه بوده؟ یه جوجه طلایی رنگ؟ پدر بزرگ هم دلش می خواست حرفی زده باشد. خروز و چندین قرن پیش از میلاد مسیح از چین به اروپا آوردن. مادر زیر لب گفت انگار با تمام وجودش داره به یه موضوعی فکر میکنه. ساندرینو بحث را به این ختم کرد که باید خیلی حساس و زود رنج باشه. در این حیث و بیس ناگان خروس با جستی دقیق بالای چارپایه چوبی کوچکی پرید. چارپایه که در گوشه ای از ایوان قرار داشت. دولورس وحشت زده فریاد زد خدایا و با عجله خود را به آنجا رساند. خروس را از بالای چارپایه پایین انداخت و چارپایه را هم از مجاورت تاکچه پنجره دور کرد. دولورس شهر می داد. فقط یه پرش کوچولوی دیگه کافی بود تا برسه اون بالا. و سپس در حالی که به تاقچه پنجره اشاره می کرد ادامه داد و به آسونی فرار کنه. حق با دولورس بود. زیرا خانه آنها در طبقه همکف قرار داشت و زیر بالکن هم باقچه بکر و طبیعی و بعد از باقچه هم کوچه. از شانس خوب من متوجه شدم. اگه چار پایه کوچیک رو از کنار پنجره بر نمی داشتم امشب فرار میکرد. خروس دلورست را نگاه کرد. ابتدا با یکی از چشمانش سپس با چشم دیگر. و نه فقط با مردمک ها بلکه حتی با لکه سفید رنگ زیر هدقه ها. چند ساعت بعد سایه تاریکی روی بالکن و خروس افتاد. خروسی که غذای موجود در بشقاب را حتی مزمزه هم نکرده بود. امشب میخوره. یعنی میدونه که واسه آخرین دفعه میخواد غذا بخوره؟ سپس همگی ساکت و آرام شامشان را خوردن و فوری به خواب فرو رفتن. رأس ساعت هفت صبح همچون روزهای پیشین اعضای وقتشناس خانواده برای صرف اولین وعده خوراک روزانه در اتاق نهارخوری حاضر شدند. صبح بخیر صبح بخیر. صبح بخیر هیچ چک به دیگری نگاه نمی کرد. مثل همیشه مادر صبحانه را آماده کرده بود زیرا دلورس صبحها برای خرید از خانه خارج میشد. نمیدانم چرا آن روز آماده کردن شیر قهوه برای مادر از بقیه روزها بیشتر زحمت داشت. اما مسئله حیرت انگیزتر این بود که هیچ چک از آن سه نفر حتی فکر سر زدن به خروس و صبح بخیر گفتن به او را به مخیلش راه نمیداد. هیچکس حرفی از او نمیزد. در عوض هنگامی که دلورس نفس نفس زنان دوباره با ساک خرید وارد خانه شد گفت اونقدر مجبور شدم با عجله از خونه برم بیرون که حتی نرفتم ببینم خروز غذاش خورده یا نه وقتی میخوایم بکشیمش چیندونش باید خالی باشه ارباب چه ساعتی میرسن؟ سپس بدون اینکه منتظر شنیدن پاسخ بماند به سرعت خارج شد در این حال ساندرینو شیر قهوهش را نصف و نیمه رها کرد از جایش برخاست و گفت باید بدوهم وگرنه دیر میرسم مدرسه و در حالی که در را محکم پشت سرش میبست به طرف بیرون دوید پدر بزرگ نیز قرولوند کنان گفت عینکم و فراموش کردم و او هم به طرف اتاقش دوید مادر هم با دقت لیوانهای بالای کمد دیواری را شمرد حس شنوایش بسیار عالی و تمیز بود همچنان که مشغول شمارش لیوانها بود تمام گامهای دولورس را در طول راهرو احساس میکرد سر و صدای ساک خرید روی صندلی صدای دو گام دیگر سپس پرش قفل فندی در دولورس داشت در بالکن را باز میکرد متعاقب این سر و صداها لحظه سکوت عمیق و طولانی حکمفرما شد و سپس نعره گوشخراش فضا را شکافت دولورس فریاد زنان خانم را صدا میکرد و نزد او میآمد خانوم خانم، یکی از بازوهای خانم را گرفت و او را کشان کشان تا راهرو برد سپس پنجره کاملا باز، بالکن خالی، ریسمان پاره شده و تاقچه پنجره را به اونشان داد و در میان حقیق گریه به حرف آمد. فرار کرده، ریسمون رو پاره کرده، من اینو نمیخواستم. آه. سپس با نعره غیر انسانی دیگری خود را نزدیک تک ریسمانی رساند که از میخی آویزان شده بود. اما پاره نشده، بریده شده، با چاقو بریده شده، شایدم با قیچی، کی ریسمون برید من که نبودم خانم که خیالش راحت شده بود به آرامی نفسی کشید و این وانمود کرد که گوشهایش را تیز میکنند به نظرم پدرم منو صدا میزنه و به طرف اتاق پدر بزرگ دوید وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست دولورس یکی و تنها مانده بود در مقابل پنجره کاملا باز بالکن خالی و ریسمان بریده شده احساس تنهایی میکرد تنها در دنیای بزرگ دنیایی پر از انسانهای عجیب و غریب دنیایی پر از ناشناخته های درک ناشدنی حراسان و وحشت زده بود گویی نظارگر سقوط آوار دیوارهای خانه در اثر زمین لرزه بود طوری اشک میریخت که گویی همه اعضای خانوادهاش را در دهکده از دست داده است داستان نام دارد همراه ما باشید و بشنوید سالها پیش شبی از شبها چند نفری را با اتومبیل خود از روستای ییلاقی به ایستگاه قطار نزدیکترین شهر رساندم. قطار تأخیر داشت آنها پشت سر هم به من سفارش میکردن زودتر به کلبت برگرد هوا تاریک میشه تا کلبت حداقل صد کیلومتری داری اما من ترجیح میدادم در تاریکی مطلق رانندگی کنم بنابراین منتظر شدم تا بار دیگر سادگی و جاودانگی آسمان را فرا گیرد همزمان با عظیمت مسافران قطار من نیز از ایستگاه خارج شدم و دوباره پشت فرمان اتومبیل خود نشستم چراغهای اتومبیل را رو روشن کردم و به راه افتادم به تدریج خانه ها و خیابان های درختکاری شده شهر را پشت سر گذاشتم اما به هیچ وجه احساس امنیت نمی کردم. راستی که شب بسیار تیره و تاری بود انبوه نامنظم لکه های سیاه و خاکستری گوشه گوشه آسمان را در بر گرفته و چند ستاره کوچک لرزان در فضای خالی میان آن لکه ها شهامت سوسو زدن پیدا کرده بود. همانطور که پیش میرفتم احساس میکردم که زمین مانند هر شب به خواب شامگاهی خیش فرو نرفته است. گویی تنفس چمنزارها نیز به شماره افتاده بود. و درست در لحظه که وارد جاده جنگلی شدم نالهی ضعیف به گوشم رسید. نالهی که به سرعت آرام شد. نالهی بسیار گرفته و آرام. فکر کردم شاید مربوط به ریشه های درختان بوده است. شاخه های کوتاهتر گویا سعی داشتند مرا از حرکت باز دارند. نور چراغ های اتومبیل با خشونت به تنه درختان میخورد و تمامی این تصاویر مرا می تنها نوای آرامش بخش آن مکان صدای موتور اتومبیلم بود که همچون جویباری پیوسته و روان بود. با پشت سر جاده جنگلی دوباره وارد دشت و چمنزار شدم و این بار به جای درختان سنگ های ریز و تمام نشدنی کنار جاده هم سفران جدید من شدند. باز هم همان هم صدا همچون بازدمی بود که به تندی فرو می نشیند. حرکت اتومبیل را آهسته کردم. این صدا از کجا میاد؟ از غر زمین یا از اون ستارای کوچیک خجول؟ شاید هم از همین نزدیکی هاست. صدا خاموش شده بود و من در حسرت شنیدن دوباره آن میسوختم تصمیم گرفتم خونسردی خود را کاملا حفظ کنم چراغهای اتومبیل را خاموش کردم و از سرعت رانندگی کاستم میخواستم حواسم کاملا جمع باشد تا آن صدا را بهتر بشنوم اما صدا به کلی قطع شده بود با این وجود به دقت گوش سپردم نمیدانستم صدا از کجا میآید یعنی از فضا میاد یا از چرخهای اتومبیل از برای آسمون یا اعماق زمین شاید هم مثل هوایی که تنفس میکنیم در تمام محیط اطرافمون پراکنده است قدر مسلم این بود که حضوری نامرئی مرا در طول جاده همراهی میکرد بی خیال چیزی نیست پسر خیالاتی شدی زده به سر دیوونه با این جملات خود را از شر افکار گوناگون در مورد آن صدا خلاص کردم دوباره چراهای اتومبیل را روشن کردم و همون دور که با خودم حرف می زدم پدال گاز را فشار دادم. آه موجودات نامرئی خدایا وقتی بچه بودم چقدر از این چیزا خوشم می آمد. خیلی حیفه که تو برنامه درسی مدارس درسی مثل آها روشناسی نمیذارن. اگه دورش رو گذرونده بودم حالا جنگیری و احزار ارواح رو بلد بودم. اما واقعا از کجا میشه فهمید کدوم روح پلید و خبیسه و کدوم روح پاک و مقدس؟ فکر کنم این صدا صدای سوتی یکی از پیکانهای راه شده از کمان لیلیت الهه شبه که خودشون از دوم سیاره نزدیک زمین به طرف ما زمینی ها پرتاب کرده شایدم خودش شخصا به دیدار من اومده درسته خودشه نمیدونم توی کدوم کتاب نوشته بود که اروا نسبت به گیاه گزنه حساس هستند و اگه گزنه ای در دست نگه داریم جای هیچ ترسی باقی نمیمونه ای کاش هوا انقدر تاریک نبود تا میتونستم گزنه ای پیدا کنم. البته میگن اگه هفت سال تموم خفاش نری رو در مشت دستت فشار بدی تبدیل به گزنه میشه او خدای من همش عراجیفه بیخیال. بهترین راه دفعه ترس فقط آواز خوندنه حالا چی بخونم؟ چه آهنگی بخونم که مورد پسند ارواح واقع شه؟ اولین آهنگی که به ذهنم رسید میخونم آها یادم اومد جروم جروم هللویا خواندن این آهنگ نیروی شگرف و فوقلادهی به من داد همانطور با لحنی تمزارود و با نهایت درجه صدایم فریاد می زدم ناگان همان ناله در فضا پیچید نه یک بار نه دو بار نه سه بار بلکه چندین بار پشت سر هم و بسیار واضح تر از پیش گویی پاسخم را می دادند. دستانم به شدت لرزیدند و اتومبیل از کنترلم خارج شد به سرعت دو دستی فرمان را چسبیدم و به خود مسلط شدم از سرعت اتومبیل کاستم و با احتیاط آن را متوقف کردم و ایستادم سکوت سنگینی بر فضای اطرافم مستوری شده بود گویی وزش نسیمی شعله آخرین ناره را خاموش کرده بود کماکان بدون حرکت و کاملا هوشیار بر جای خود باقی ماندم اطمینان داشتم که تا لحظات دیگر دوباره آن صدا را میشنوم گوشهایم را تیز کردم و من منتظر شدم صدای زربان قلبم را شنیدم تقریبا به حالت عادی بازگشته و آرام شده بود این بار صدا مرا چندان در انتظار نگذاشت مانند ناله ای بود که از پایین ترین درجه ممکن شروع می و به تدریج بالا می رفت شدت می گرفت یک نواخت و ممتد ادامه پیدا می کرد و سپس آرام آرام محف می و سپس دقیقا مانند دم و بازدم مانند آهی تحصف بار و بی جان و باز هم سکوت خون در رگهایم منجمه شده بود زیرا احساس میکردم منبع صدا پشت سرم قرار دارد شاید روح سرگردانی است که به سراغم آمده به خودم روحیه دادم و با شجاعت چراغ اتومبیل را روشن کردم ناگهان در صندلی عقب اتومبیل جسم کوچک در هم فرو رفته ای را مشاهده کردم فاصله خم شدم تا آن را بهتر ببینم رفته رفته آن جسم فشرده شده را به وضوح تشخیص دادم دختر بچه لاغر و کم سن و سال با صورتی سبزه و موهای روشن که پیشمند کوتاه پارهی به تن داشت. موهای بلند و طلایی رنگش نیمی از صورت صاف و برنزه او را پوشانده بود. دخترک با دهانی باز به خواب فرو رفته بود. دوباره نالید و بدون اینکه بیدار شود سرش را تکان داد. او یا میخواست دسته ای از موهایش را از روی صورتش کنار بزند و لحظه ای بعد چشمان پیش را از هم گشود. گفتن اینجا چی کار میکنی؟ دخترک بی هیچ ترسی به من نگریست حتی اندکی هم جابجا جا نشد فقط چشمانش را به اطراف چرخاند پرسیدم میتونی حرف بزنی؟ لبخند زنان پاسخ داد بله و خمیازه ای کشید. گفتم نگفتی اینجا چی کار میکنی؟ راحت تر نشست و با صدای پایینی پاسخ داد کنم خوابیده بودم دیگه کی سوار شدی؟ دخترک حرکتی آنی به شانه خود داد. بعد با صدای بغزالود و رقتبار به آرامی جواب داد حالا مگه کار بدی کردم؟ ناگهان متوجه سؤال بسیار احمقانه هم شدم. با بلا تکلیفی به اطراف نظری افکندم. همچنان که دنبال سؤال مناسبی میگشتم متوجه شدم که آرامش و لطافت تا حدودی به فضای تاریک شب بازگشته است. دخترک بار دیگر خمیازه کشید. پرسیدم بازم خوابت میاد؟ به من زل زد. نه، دیگه خوابم نمیاد. نگاهش مانند فاتحی بود که گوهر با ارزشی را تصاحب کرده اما نمی به با آن چیکار کند. بازم اشتباه کردی؟ بازم سوال احموانه؟ این بار دیگه راهی برای جبران خطا نداری. دیگه فایده نداره که سوال جدیدی ازش بپرسی. در این افکار بودم که ناخداگاه با حیرت فریادم به هوا برخواست. راستی اسمت چیه؟ بلا فاصله جوابم رو نداد. به آرامی دستانش را روی صورت گذاشت و حروفی نامفهوم بر زبان آورد. چی گفتی؟ کلمه این شنیدم مثل نیتا. درسته همینه؟ کلامم را با حرکت سر تایید کرد. گفتم کجا میخوای بری؟ بلند شد و ایستاد. پا برهنه بود. دست خود را بلند کرد و با انگشت جایی در دور دستار را نشان داد. میخوام برم اونجا. متوجه درخشش فوقلاده چشمانش شدم. نیتا با بیقراری بالا و پایین پرید و صندلی کنار راننده را نشان داد. میخوام بیام اونجا بشینم. اون جلو. نیتا روی صندلی جلو اتومبیل کنار من نشست و مانند فرماندی امر کرد. حرکت. به پیش. پدال گاز را فشار دادم و به جلو حرکت کردم. کمی بعد پرسیدم پس خونه تو هم تو اون قسمت از دشته؟ هنوز هم را کامل ادا نکرده بودم که نیتا از شدت خنده منفجر شد و قهقه ای طولانی سر داد. از فرط خنده حتی تا عادل خود را نیز از دست داده بود. این عمل او مرا بسیار خشمین کرد. او گفت تون تر. تون برو عجله کن. احساس میکردم تغییر شدم. زیر آسمان و صاف و پر از ستاره آن شب که هنوز فرصت زیادی تا طلوع خورشید داشت با عصبانیت به سرعتم افزودم هر از گاهی نگاهش میکردم نیتا بی حرکت و آرام از پشت شیشه اتومبیل به جاده‌ای که نور چراغا روی آن منعکس میشد خیره شده بود کفرم درآمده بود و خشم داشت خرخرم را میجوید گویی نیتا تلسف شده بود سرعت اتومبیلم را کم کردم اما او کلامی به زبان نیاورد حتی نگاهی دزدانه به من نینداخت دیگر از یک نواختی آزاردهنده جاده به سطوح آمده بودم به سنگهای کنار جاده نگاه میکردم و کیلومترها را میشمردم احساس میکردم نیتا به راستی تنهای تنهاست مدت یک ساعت میان ما هیچ کلامی رد و بدل نشد تنها چیزی که آن خلع محسوس را پر میکرد فقط سکوت بود و سکوت ستارگان وقشناس آسمان رفته رفته رنگ می باختند. افق نیز به تدریج روشن و روشندر می شد. آقابت به انتهای راه رسیدیم. جایی که جاده اصلی با تپهی مسدود می شد. آن تپه بازم دشت دیگری قرار داشت و کمی آن طرف نیز تپه کوچک و کلبه یعلاقی من. یعنی دقیقا همان نقطه که نیتا به دانجا اشاره کرده بود. چراهای اتومبیل را خاموش کردم. بدون کوچکترین اطلاف وقت و تردیدی فریاد دادم اونجا رو نگاه کن نیتا پای اون تپه کوچولو رو میگم اونجا خونه منه فقط چند دقیقه راهه آرام و متین پاسخ داد چه عالی گفتم ببین نیتا تو دیگه باید به من بگی کجا میخوای بری نکن انوزم میخوای بگی که اونجا زندگی میکنی ببین عزیزم من تو رو هر جا که بخوای بری میرسونم با دست پاچگی نگاهم کرد و گفت میتونم ازت خواهش کنم منو ببری اونجا درخواستی صد درصد صادقانه و انسانی پرسیدم نیتا چند سال داری؟ شانهای خود را به علامت ناآگاهی بالا انداخت مگه اهمیتی داره؟ چه فرقی میکنه؟ گفتم میدونم میخوای حدس بزنم؟ مثلا دوازده درست گفتم اما لحظه ای نگذشت که به شدت از گفته خودم پشیمان شدم. نکند سنش بیشتر بوده اما خیلی کم سن و سال به نظر می رسد. نیتا هیچ عکس عملی در قبال آخرین کلام من از خود نشان نداد و شروع کرد به آواز خواندن. با زرباهنگ آواز نوک را به شیشه اتومبیل می زد. به سوالات به نظر خودم آزار دهنده هم ادامه دادم. شاید شاید الان کسی منتظر تو باشه ها و حالا نوبت او بود که با لحنی حیرت هامیز از من بپرسد مثلا کی لبانم را از شدت خشم به هم فشردم باز جای شکرش باقی بود که هر دو هدف مشترکی داشتیم و تا رسیدن به آن نیز راه زیادی باقی نمانده بود اتومبیل را با عجله به سمت جاده فرعی هدایت کردم و در مقابل تپه کوچک خود متوقف شدم تپهی که یگان کلبه ییلاقی آن منطقه یعنی محل اقامت من بر فراز آن بنا شده بود. اون آش نیتا. اون کلبه منه. اتومبیل را خاموش کردم. ناگان فکری به ذهنم خطور کرد. راستی تو گرسنه نیستی؟ برای چندمین بار لحظه بی حرکت به من خیره شد. احساس کردم صورتش با شگفتی هرچه تمامتر در حال شکفتن است. دستانش را به هم فشرد و با حیرت بسیار فریاد زد از کجا فهمیدی آه خیلی گرسنه درخشش امید و آرزو را در چشمانش مشاهده کردم دلم میخواست گریه کنم به سرعت از اتومبیل پیاده شدم همچنان که در اتومبیل را باز نگه داشته بودم گفتم منم خیلی گرسنه اون بالا خیلی چیزا برای خوردن دارم پیاده شد پیاده شد تا با هم به کلبه من بری نیتا هیچ حرکتی نکرد به نظرم رسید که از حرفم دلگیر شده با عجله جواب داد نه من خجالت میکشم بیارشون اینجا دیگر به او اصرار نکردم باشه باشه حتما برای اینکه او را از این بابت مطمئن سازم گفتم میرم بالا و خیلی زود دوباره برمیگردم پایین بعدش میریم اونجا به چند درخت واقع در میان دشت مقابلمان اشاره کردم اونجا یه میزم هست همین چیزی میبریم اونجا. پنج دقیقه ای میرسیم. این را گفتم و آماده رفتن شدم که ناگان فریاد نیتا مرا از حرکت باز داشت. نه، نه. به طرفش برگشتم. کاملا آشفته و منقلب شده بود. همچنان که دستان کوچکش را به هم فشرده بود، حقیق کنان به من التماس میکرد نه، نباید زیاد طولش بدیم. همینجا میخوریم. زود باش برو. گفتم البته عزیزم هر طور که تو بخوای معطل نکردم و به سرعت از تپه بالا دویدم امواج خروشان مهر و محبت و دلسوزی درونم را متلاطم کرده بودند خوشبختانه خوراکی های متنوع و فراوانی در کلبه هم داشتم با عجله همه را داخل زنبیل بزرگی انداختم از نان و پنیر و تخم مرغ گرفته تا بیسکویت و میوه و نوشیدنی و خلاصه هر خوراکی دیگری که بشود تصورش را کرد احساس میکردم لحظه ای تأخیر غیر ضروری و منتظر نگه داشتن آن مخلوق گرسنه برابر است با جنایتی اولاک. از فرد شور و عشق زیاد حتی قادر نبودم به درستی نفس بکشم. در افکار خودم فرو رفتم. بعد از اینکه که غذاشو بخوره حالش بهتر میشه و فرق میکنه. اون وقت میفهمم از کجا اومده و میتونم همراهیش کنم تا خونش رو پیدا کنه. بله من کمکش میکنم. بی این که در کلبه ییلاقی هم را پشت سر خودم ببندم با زنبیلی لبریز از خوراکی به سرعت از تپه کوچکم پایین دویدم زنده باد نیتا هورا زود اومدم دیر که نکردم نگاه کن ببین نیتا ببین چقدر خوراکی برا دوردم. نیتا تو کجایی؟ اما نیتا دیگر در اتومبیل نبود حتی کوچکترین اثری از او نیز به چشم نمیخورد زنبیل را به داخل اتومبیل پرت کردم و همه جا سر کشیدم. دوروبر کلبه بالای تپه که در اثر تابش اولین پرتوهای خورشید تازه از خواب بیدار شده بود، چمنزار، وسط درختان، اینجا و آنجا، همه و همه جا را زیر پا گذاشتم. تا طلوع کامل خورشید، تا هنگام ظهر، تا اما دریغ از کوچکترین رد یا نشانی. همچنان بیقرار و پریشان خاطر به دور خود میچرخیدم و بیهوده نام آن دخترک مطلایی را بر زبان می آوردن. داستان دیگری را برایتان انتخاب کردیم با نام ملکه که امیدواریم تا پایان همراه ما باشید، بشنوید و لذت ببرید. اولین نشانهای بیماری مالیخولیا یک روز صبح در چچیلیا ظاهر شد و انگام مرتب کردن تخت خواب با کمک مادرش مادر از یک طرف تخت و چچیلیا نیز از طرف دیگر آن چچیلیا ناگهان به حرف آمد و گفت دشت از جاش حرکت کرده باید اونو برگردون مادر با بدگمانی به او نگریست و پرسید چی گفتی چچیلیا سوال کرد چطور مگه چچیلیا حتی کلمه ای از جمله ای را که ادا کرده بود به خاطر نیاورد مادر تکرار کرد دشت از جاش حرکت کرد باید اونو برگردوند و همانطور که به چشمهای معصوم دختر از همه جا بیخبرش نگاه میکرد تصمیم گرفت که دیگر بحث را ادامه ندهد اما همه روز به جمله چچیلیا فکر میکرد. حتی شب به انگام رفتن به تخت خواب نیز با خود زمزمه میکرد دشت از جا حرکت کرده و این در حالی بود که چچیلیا در تخت دیگر به خواب فرو رفته بود. چند روز گذشت. کماکان تکراری مانند همه ی روزهای دیگر سال. چچیلیا در کارهای خانه و خیاطی به مادرش کمک میکرد. گاهی اوقات هم گریه میکرد. فقط دو سال قبل یک شنبه روزی به سینما رفته بودند. شب وقتی مادر میز را جمع کرده بود، چچیلیا پنجره ها را بست و لباس ها را درآورد. هنوز هوا کاملا تاریک نشده بود که هر دو به تخت و خواب رفتند. مادر نگران این بود که نکند دکترش برای همیشه در خانه بماند و هیچکس با او ازدواج نکند. اطمینان داشت اگر شبی برسد که دیگر چچیلیا در خانه نباشد تا پنجره را ببندد و لباس را درآورد او درد و رنج زیادی را متحمل خواهد شد چه واقعی تأسف آوری یک روز بعد از ظهر چچیلیا سرش را از روی خیاطی بلند کرد با دقت به چهره مادرش خیره شد و سپس گفت مامان امروز صبح همه اسبا کمی خسته به نظر می رسیدند. اما مادر به هیچ وجه به خاطر نمی آورد که هیچ کدامشان از خانه خارج شده باشند. این بار مادر از جا پرید و پرسید دخترم تو چت شده؟ مریضی؟ و به طرف دخترش دوید و سر او را میان دو دست خود گرفت. چچیلیا تکانی به بدن خود داد و پرسید تو چت شده مامان؟ مادر گفت گفتی که اسبا امروز صبح؟ چچیلیا جواب داد من از نه اسم اسب نبردم. و در حالی که سرش را تکان میداد گفت شاید خواب دیدی مامان. روز بعد و همچنین روزهای بعدی نیز چچیلیا مثل قبل بارها و بارها ناگان حرف زد. حرفهایی هزیانگونه تا اینکه به کمک یکی از اقوام در یک آسایشگاه روانی واقع در نزدیکتری شهر بستری شد. رئیس بیمارستان تقریبا هر هفته خبرهای رضایت بخش از چچیلیا میفرستاد. اما از آنجایی که تحت نظارت مستقیم خود او درمان میشد، از مادر خواسته بود تا زمانی که او اطلاع نداده برای دیدار چچیلیا به آسایشگاه نیاید. اما عاقبت وعده دیدار سر رسید و مادر با قلبی پرتپش که نزدیک بود از شدت ضربان شدید تکه تکه شود وارد بیمارستان شد. رئیس بیمارستان از او درخواست کرد که بنشیند و خود شروع کرد به حرف زدن. به نظر می رسید که کلی حرف دارد. او گفت در آستانه شفای کامل بیماری هستی. مرحله پیچیده و دشوار ذهنی طی شده و همونطور که پیش بینی کرده بودم بیمار وارد مرحله عشق سوزان شده علاقه بی حد و مرز و ماندگار به شخصی دیگر دختری که شما باور داره که ملکه بیزانسی است به نام بازیلیس تئودورا داشتن این باور به او کمک میکنه که در طول روز به کارهای دیگرش رسیدگی کنه درسته که صحنه دلخراش و زجرآوریه اما مطمئن باشید که چچیلیا امروز حتما شفا پیدا میکنه امروز معالجه میشه امروز از شر اون تنش ذهنی خلاص میشه درمان این بیماری درمانی منحصر به فرده احیایی دوباره که البته با تلاش ما انجام شده و به دستیار خود اشاره کرد که در حال لبخند زدن بود او ادامه داد ما پیش از این مقداری داروی خوراکی به بیمار دادیم که پاسخ مثبت داده. بدن بیمار نسبت به داروها واکنشی عالی از خود نشون داده و کاملا با اونا سازگار بوده. بنابراین مطمئن هستیم که چچیلیا کاملا شفا خواهد یافت. اثر این داروها طوریه که بیمار رو به حالتی از ناآگاهی یا همون غش میندازه. البته اگر به مقدار معین شده مصرف بشن اما جای نگرانی نیست. چون بعد از طی این حالت چچیلیا درمان میشه. مادر چچیلیا پرسید مثل گذشته؟ مثل گذشته میشه؟ با من بر میگرده؟ زندگیمون رو دوباره از سر میگیریم؟ آقای دکتر دکتر حرف مادر را قطع کرد و گفت حالا دیگه بریم دکتر مادر چچیلیا را به داخل راهروی راهنمایی کرد سپس مقابل دری ایستاد وزیر لب گفت همینجاست لحظه ای بعد در را هل داد سرش را داخل اتاق برد و شادمان گفت چچیلیا مادر اینجاست سپس به مادر اشاره کرد که وارد اتاق شود و خود از مقابل در کنار رفت تک تک ذرات بدن مادر چچیلیا به شدت می لرزیدند. همانطور که از شدت هیجان در خود فرو رفته و مچاله شده بود، وارد اتاق شد. لحظه ای استاد. نور سفید شدید دیوارها چشمش را زد و سپس دخترش را دید که نزدیک تخت ایستاده بود. به نظرش چچیلیا خیلی قد کشیده بود. در حالی که دستانش را به طرف او دراز کرده بود، دو قدمی پیش رفت. اما شرم زده سر جای خود میخکوب شد. چچیلیا گفت شما هستین این مادر من؟ از سفر طولانی شما متشکرم. امیدوارم طبق دستور با شما رفتار خوبی کرده باشند. مادر بازیلیسا مادر روی زمین افتاد و با صدایی ضعیف نالید چچیلیا من در آن لحظه متوجه شد که چچیلیا ملافه‌ای به دور خود پیچیده مانند شنلی بلند به او نزدیک شد و دخترک را در آغوش کشید دخترک خود را از شر بوسه‌های مادر خلاص کرد و با رعایت ادب و احترام از او فاصله گرفت و گفت مادر من متاسفم پست و مقام و مشغولیت های بزرگ من مانع از این هستم که به شما زیاد ابراز احساسات کنم. بنشینید مادر. دخترک به صندلی کوچکی که مخصوص بچه هاست در کنار تخت اشاره کرد و گفت روی اون مبل. مادر کشان کشان خود را به لبه آن صندلی کوچک رساند و فقط توانست چند هجای نوازه را با لکنت ادا کند. چشیلیا همچنان سر پایستده بود. به طرف دیگر اتاق برگشت و فرمان داد ندیمه ها اتاق آبی رو برای مادرم آماده کنید و سربازان کماندار من برید و مراجعه کنندگان رو مرخص کنید چون امروز وقت ملاقات نمیدم مادر شما از اون پنجره به طرف بیرون خم شید مادر اطاعت کرد از پنجره به طرف بیرون خم شد و نفس عمیقی کشید به پایین نگاه کرد باغچه کوچکی پر از گل و چمن را دید که با گلهای مارگریت حاشیه بندی شده بود. مجددا به طرف چچیلیا برگشت. نمیدانست که باید همون طور کنار پنجره بماند یا اجازه دارد که دوباره به چچیلیا نزدیک شود. چچیلیا گفت اگه فردا صبح به اینجا برگردید و به اون باغ بزرگ نگاه کنید منو میبینید که دوش به دوش پادشاه پیاده روی میکنم. تا اون لحظه پادشاه اداره امور مملکت رو به من واگذار کرده و با من مشورت میکنه. امروز صبح در اینجا درجه صدایش را به طور مرموزی پایین آورد و ادامه داد به او دستور دادم که پاپ رو خلاص کنه چون پاپ دشمن من بود. اما برعکس اینجا دخترک درجه صدایش را بالا برد و با دستایی از هم گشوده به سقف سفید رنگ خیره شد و ادامه داد اینجا همه منو دوست دارن و از من اطاعت میکنن. اما مادر مادر به چی نگاه میکنین؟ او از اون ستاره های طلایی چسبیده به سقف خوشتون اومده؟ اونایی که دوروبر آشیه سبز اون صلیب بزرگ هستن؟ و ناگان، مادر در اوج ترس و وحشت برای لحظه ای احساس کرد که سقف پر از ستاره های و درخشان شده است. تمام اندامش لرزید و صورتش را پشت دستان خود پنهان کرد. وقتی دوباره مادر حالش جا آمد، به هیچ وجه توانست به صورت چچیلیا نگاه کند چچیلیایی که همچنان به حرف دادن ادامه میداد خیلی چیزایی دیگه به شما نشون میدم از فردا صبح شروع میکنیم اول جواهراتم؟ بله بعد تاجم؟ تاجی از جنس طلا سنگای قیمتی و مروارید روز تاجگذاری به من لقب دادن صوفیای مقدس آه در کنار پادشاه نشسته بودم در میون آواز و رایه های خوشبو. فکر میکنم که فرشته ها هم از بلندای آسمون در اون آواز گروهی شرکت کرده بودن. هیچ کس، هیچ کس تا به حال این مواهب رو در دنیا نداشته. هیچ کس دیگه نمیدونه که معنای واقعی خوشبخت بودن چیه. چچیلیا سکوت کرد. چشمانش برق میزدند. اما مادر احساس میکرد روح و جانش مرده است. مادر گفت عزیزم، دختر دلبندم، یادت نمیاد؟ به خاطر نمیاری؟ چچیلیا پرسید؟ مادر، چه چیزی رو باید به خاطر بیارم؟ مادر نمیدانست چه پاسخی دهد. پاک از یاد برده بود که میخواسته از چچیلیا چه سوالی کند. تلو تلو میخورد. درست مانند کسی که در مرز سقوط در خلایی تاریک قرار گرفته باشد. سعی کرد محکم به جای چنگ بزند. به همین خاطر ناگان سرش را بلند کرد و چشمانش را به چشمان چچیلیا دوخت. اما این ارتباط چشمی چندان دوامی نیافت و مادر دوباره نگاه خود را برگرفت. چچیلیا کمی فکر کرد. به دور دست ها خیره شد و دوباره شروع به حرف زدن کرد. زمانی که یک نفر در اوج خوشبختیه وقتی برای به خاطر آوردن نداره. کسی به خاطراتش فکر میکنه که از زندگیش راضی نیست. من همه چیز دارم مادر. مادر، روز مراسم جشن میای تا منو ببینی که روی کالسکه طلایم نشستم؟ کالسکه که چهار تا اسب سفید اونو راه میبرند مادر یکی از دستانش را روی پیشانیش گذاشت و گفت آره عزیزم میام. مادر چچیلیا چشمانش را روی هم گذاشت و صدای دخترش را چشم بسته گوش کرد. صدایی که لحظه به لحظه دورتر و دورتر میشد. میای تا میز آج بزرگ منو ببینی؟ میای تا باغ پر از کاووس منو ببینی؟ تو زیافت های ما که زیر نور ماه روی کانال بوسفور برپا میشه شرکت میکنی؟ میای تا اتاق مخفی بدم؟ همون جایی که عطرامو میسازم؟ میای تا تخت مخصوصم رو ببینی؟ همون تختی که وقت ملاقات با سفرای دربارای دنیا تو بارگاه هم روی اون میشینم؟ مادر، مادر، صدای چیچیلیا دیگر تبدیل به فریاد شده بود. فریادی آمیخته با شور و شعف که از اعماق قلبش بیرون می آمد و انعکاس می آفد. قلبی که گویی هر لحظه بزرگ و بزرگتر می شود. مادر، دلم می خواد وقتی که با شنل بلند بنفش رنگ بنفشگون خودم تو خیابونان قدم می زنن منو ببینی. دلم می خواد ببینی که مردم چطور خودشونو از هر طرف به پای من می و با صدای بلند فریاد میکشند ای مقدس ای بزرگ آگوستا آگوستا مادر چیچیلیا وقتی به خود آمد متوجه شد که در میانه راهرو و آسایشگاه به دیوار تکیه داده است به خاطر نمیآورد که چگونه خود را به آنجا رسانده بود یکی از کارکنان بیمارستان او را در آن حال دید و تا مقابل در اتاق رئیس بیمارستان که انتظار مادر را میکشید همراهیش کرد مادر همچنان که به چشمان دکتر خیره شده بود ناگان تکان محکمی به بدن خود داد و کمرش را صاف کرد سپس با صدایی گرفته و بیروح دستور داد دیگه حق نداریم دخترم معالجه کنی. داستان کوتاه گرد همه نام دارد که از مجموع داستان عاشق وفادار انتخاب شده است شب هنگام پس از اینکه چراغ اتاقت را خاموش میکنی پیش از اینکه بخوابی هر چند لحظه یک بار از این طرف و آن طرف اتاق تاریکت صداهای گنگ و مبهم و خفه می شنبی. صدای حرکت و یا جابجایی جایی اشیایی همچون پرش ناگهانی قفل فنری دری یا گاز زدن پشت سر هم کرمی چوب خار، یا بال زدن و پرواز. صد در صد می توانی مطمئن باشی که این تجلیها چیزی نیستند مگر پدیده های مادی. تحت هیچ شرایطی نباید این اندیشه به ذهنت خطور کند که این پدیده هایی که آرامش و سکوت شب تو را هر چند لحظه یک بار بر هم میزنند با حضوری پر رمز و راز در ارتباطند. آگاه باش که کوچکترین آن سر و معمولی کافی است تا موجب شود احساسات نهان آدمی عقب شوند و زمانی که مطمئن می طبیعت غالب شده و محیط اطراف تو آری از هر گونه عنصر ماوراء طبیعی است خود نیز میخوابند همچنان که تو نیز به خواب میروی اما این امکان نیز وجود دارد که شب هنگام در تاریکی مطلق و سکوت محض حضور پدیدههایی پر رمز و راز آگاه و هوشیار را احساس کنی که این پدیده ها چیزی نیستند مگر همان لحظه لحظه های سکوت شب اگر روح و ذهنت خالی باشد و هیچ دغدغه خاطری نداشته باشی متوجه میشوی که حسی در تو فعال شده که مربوط به هیچ کدام از آن پنج حس بینوایی نیست که زندگی زمینی ما بر مبنای آنهاست. خودت را آماده می کنی که یکی از این پدیده ها را بقاپی. پدیده هایی که شامگاهان تنها صدای طبیعی موجود را تحمل می کنند. صدای نفس انسانی که در تاریکی مطلق بیخوابی به سره زده است. یکی از شبهای آغازین تابستان بود که پس از کلی وقت گذرانی در کنار پنجره و دید زدن اطراف، پنجره اتاقم را بستم به تخت خوابم رفتم و چراغ اتاق را خاموش کردم در آن تاریکی آنی و سکوت فراگیر فورا خواب از سرم پرید طی زمانی کوتاه احساس کردم فضای درون و بیرون من کاملا آمادگی اتحاد با برخی از این پدیده های فرازمینی را پیدا کرده است پدیده هایی که در عرض شبانه روز به خصوص شبها از دور و نزدیک هر لحظه زندگی ما را در بر میگیرند و تا اعماق روح و جان ما نفوذ میکنند گاهی احساس چنین حضورهایی باعث وحشت من میشود و این بیانگر این مطلب است که روح من هنوز هم محل تاخت و تازه باقی مانده رسوبات ناخالص بشری است اما زمانهایی که قلبم شفاف و خالص است با آرامش خاطر ورود آنها را می‌پذیرم. این پدیده ها برای من همچنان به صورت یک کلیت قید قابل وصف باقی ماندند. اما ارتباط آن شب من با موجودات از نظر پنهان با شکوتر از بقیه شبها بود. در آغاز امر آنها سر جاهای خود مستقر شدند. آنها معمولا در فضای اطراف پخش و پراکنده شدند طوری که گویی کل تاریکی اطراف ما آکنده از اطران آنهاست. علا عدم تمایل این موجودات به استقرار در مکانی ثابت در محیط اطرافمان آن شب متوجه حضور فشرده یکی از آنها در گوشه ای از اتاق شدم. کمی بعد احساس کردم که جای خود را در اتاق عوض کرده و حرکت می کنند. حتی به اعماق وجود من نیز رسوخ کرده بودند. سر تخت خواب من چسبیده به وسط یکی از دیوارهای اتاقم است. درست در مقابل آن بخاری سفالی قرار دارد و در طرف چپ من نیز پنجره ای. رفته رفته احساس کردم که آن جرم نامرئی در نقطه نزدیک بخاری جمع و صدایش نیز بلندتر شده بود. نمیدانم بعد از گذشت چند ثانیه یا چند دقیقه بود که صدای آن را به وضوح شنیده. پیش از این از استشمام عطر آنها سخن رانده بودم. اما اکنون میگویم و نیز مجبور هستم تا پایان نقل خاطرم تکرار کنم که صدایشان را به وضوح می شنیدم. در واقع ادراک آن شب من به هیچ وجه زمینی نبود. همانند افرادی که صدای روح القدس را میشنوند و گویی سخنان او را ترجمه شده به زبان خود دریافت میکنند من نیز آن شب با حس شنوایی جدید خود صداهایی کاملا به دور از دخالت فرایندهای گوشتی و خونی و مادی را دریافت کردم از این پس باری درناک روی تک تک واجه سنگینی خواهد کرد که از طریق آنها خاطره آن شب خود را زنده نگه می‌دارند. با برقراری آن ارتباط بود که موفق شدم از تراژدی غمانگیز آنها سر درآورم لحظاتی را در سکوت مطلق سپری کردم سکوتی که ثانیه به ثانیه جسم مرا سبکتر میکرد و سپس از بالای بخاری نالهای به گوشم رسید که خیلی زود ساکت شد سراپا گوش شده بودم آن ناله دوباره تکرار شد فکر میکنم سرعت گردش خون در رگهایم کنتر شده بود تا موجبات پریشانی آن ناله را فراهم نکنند پس از چند لحظه متوجه صدایی شبیه به خشخش برگ از پنجره سمت چپ شدم. این صدا چند بار دیگر نیز تکرار شد و وقتی قطع شد ناله ابتدایی از بالای بخاری پاسخ داد و دوباره نوبت صدای خشخش بود که ناله را پاسخ داد. با خود فکر کردم حتما این دو موجود همدیگر را دیدند و در تلاشند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. گردش خون در رگهایم به کلی از حرکت ایستاده بود و زمانی که کل جسم و روح من به ذرهای ساکن و بیارکت تغییر شکل پیدا کرد آن ناله و خشخش نیز تبدیل به نوعی آهنگ صدا شدند و ارتعاشات خود را با یکدیگر میزان کردند ارتعاشاتی همخوان با یکدیگر سبک و روان مانند زمزمه آوازی با دهان بسته که به سختی شنیده میشد آهنگ صدایشان دیگر کاملا با همدیگر کوک شده بود اما نوت‌های مختلفی را اجرا می‌کردند و پس از اینکه هر دو نوع صدا تسلط کافی بر سبک خاص خود به دست آوردند زمزمه آواز واضح و واضح واضحتر به گوشم رسید کم کم تبدیل به اسوات و حروف شدند و چند لحظه بعد نیز هجا هجا و بخش بخش در فضای اطرافم منعکس شدند شش حواسم را جمع کردم در کمال ناباوری متوجه شدم که آن هجه های جدا از هم به دیگر پیوستند و واژگانی را تشکیل دادند که به محض تماس با آنتن حسی اشتیاق سوزان من به دقت ترجمه شدند طوری که معنی آنها را کاملا فهمیدم در آن لحظه مانند گلی شکفتم و جرقه های آتشین شادی تک تک ذرات وجودم را شعله بر ساختند بار سنگین آه و افسوس واژگان کاملا احساس می شد. اولی با صدایی بلند گفت خودتی؟ دومی پاسخ داد بله بله دیگه وقتش بود اولی گفت همه جاره دنبالت گشتم شاید هزاران سال دومی گفت خیلی بیشتر از اینا خیلی بیشتر لیویا به محض شنیدن آن نام زمینی هیجانی وصف ناپذیر وجودم را فرا گرفت اولی که در واقع یک زن بود گفت بله عزیزم بیشتر از هزاران سال چیزی نمانده بود که از حال بروم صدای مرد گفت لیویا بیش از دو هزار ساله که بارها وجب به وجب داخل این کره پهناور را گشتم و گشتم زن گفت منم تک تک میلیاردها ستاره رو ستارهایی که از روی پل چوبی رودخونه نگاهشون میکردیم من فرشته ها رو دیدم اما اونا منو نمیدیدن مرد گفت منم همینطور اونجا فقط دنبال تو میگشتم و تو رو میخواستم لیویا مثل الان که رو زمین هستیم ولی چرا مجبور شدیم این مدت طولانی رو دنبال هم بگردیم من روی زمین جای تو رو بی چکی احساس میکردم لازم نبود ببینم زن گفت از هر جایی فورا به هم میرسیدیم مرد گفت وقتی گوشه خیابون پیداد میشد احساست می کردم. زن گفت میدونستم که توی خیابون بعد از چند تا درخت می بینمت. هیچ وقت اشتباه نمیکردم مرد گفت یه دفعه از قایق کوچکمون شیرجه زدی توی دریا و غیبت زد. زن گفت تو هم از طرف دیگه زیر قایق دیدمت. نزدیک بود خفشیم. مرد گفت یه روز اومدم پیش تو وقتی به پله نود و پنجم رسیدم احساس کردم که خونه نیستی. اونقدر به حسم ایمان داشتم که همونجا نشستم و منتظرت شدم. زن گفت و من از راه رسیدم و تو رو روی پله دیدم. دلم میخواست از فرط احساس گناه گریه کنم. مرد گفت اما گریت رو خوردی. هیچ وقت ندیدم که گریه کنی. زن گفت برعکس تو که اغلب گریه میکردی و من سعی میکردم کردم دل دارید بدم. مرد گفت اینجا دیگه نمیشه گریه کرد. اتاقم چند لحظه در سکوت محض فرو رفت. سپس صدای دو آه عمیق سکوت را شکست. مرد ادامه داد دیگه نه گوشه خیابونی وجود داره نه پلهی نه درختی نه دریایی. زن گفت اما ما ما که اینجا هستیم میشنوی؟ من و تو. مرد گفت رنگ چشمای تو سیاه بود. زن گفت مثل رنگ موهای تو. آن اختلاط تره میان دو صدای برآمده از زمین و مکانی در دور دست ها به شدت مرا آشفته کرده بود و اگر می توانستم کوچکترین حرکتی به بدنم بدهم بی برو برگرد گریه می کردم و فریاد می کشیدم. گفتگوی دوباره آن ارواح عاشق آشفتگی ذهنیم را که به نظرم قرنها به طول انجامید، متوقف ساخت. گفتگوی آنان را به صورت هجه های نامنظم می شنیدم. با تمام وجود سعی کردم ارتعاشات بدنم را با ارتعاشات آنان تنظیم کنم و به این ترتیب دوباره حرفایشان را شنیدم. به نظر می رسید که زن خاطره نقل می کند. آخرش، بعد از اون روزا، بعد از بازگشت من به همدیگه گفته بودیم دیگه هیچ چی نمیتونه ما را از هم جدا کنه حتی جملهش را ناتمام گذاشت اما مرد با شجاعت جمله زن را کامل کرد حتی مرگ زن پاسخ داد بله و ما به همدیگه قول داده بودیم وقتی که مرگ ما را از یک دیگه جدا کنه مرد ادامه داد نه اینطوری گفتم وقتی که مرگ بخواد به خیال خودش زن گفت درسته وقتی که مرگ به خیال خودش بخواد ما رو تا ابد از هم جدا کنه اونقدر دنبال هم میگردیم تا دوباره همدیگر رو پیدا کنیم اون روز حالا از راه رسیده مرد گفت امروز پس هنوزم برای ما یه روزی وجود داره زن گفت دیگه برای ما مرگی وجود نداره عزیزم مرد گفت اینجا مردن شاید به معنی زنده برگشتن روی زمین باشه روزی که مردم زن گفت وقتی فکر کردم که دیگه دوسم نداری بدون فکر به چیز دیگه ای تو رو کشتم من؟ من مرد گفت میدونم زن گفت و خودم هم خیلی زود مردم مرد گفت از احساس گناه زن گفت ما دوباره هم پیدا کردیم بیا دیگه از هم جدا نشیم بیا سعی کنیم به جسمی واحد تبدیل شیم مرد گفت قبلا ما جسمی واحد بودیم چقدر در موردش حرف میزدی چقدر با شکوه بود در این حال که احساس میکردیم یکی شدیم دو نفر بودیم من و تو بالای سرمون خورشید میدرخشید زیر پامون دریا بود و روبرومون دریا زن گفت تو قایقا رو در دوردست دست نشونم میدادی خیابونا ما درختها، خونه ها همه و همه مال ما بود اما حالا دیگه چیزی وجود نداره مرد گفت لیویا تا زمانی که این بار حسرت رو به دوش بکشیم هیچ کدوممون روی آرامش ابدی رو نمیبینیم هنوز از عشق زمینیمون سیر نشدیم زن گفت پس عشق ما بازم یه بار دیگه روی زمین پرتاب شده بیا اون رو تا اعماق فضا بالا ببریم مرد گفت با رسیدن به اون بالا بالاها شاید حسرت جای فعلیمونو رو بخوریم زن گفت نه عزیز من گوش کن اگه موفق شیم به ضرب نیروی عشق کاملا با همدیگه یکی شیم درخشانترین نورها به وجود میاد دیگه هرگز مرگ دومی رو نمی بینیم و حسرت چیز تازه ای رو نمی خوریم اتحاد کامل ما یعنی آرامش و خوشبختی تمام کجایی؟ بیا سعی کنیم واقعا یکی بشیم بیا دیگه من و تو نباشیم مرد گفت یعنی اینکه دیگه هیچ کدوم من نباشیم این نهایی ترین شکل مرگ و مهیب ترین اوناست چون با انجام این کار در نهایی ترین شکل خلایی که دگرگون ناپذیره فرو میری من تنها پدیده جاودانه ناگاهان از کردم سرمایی شدید به هوای تاریک اتاقم حجوم آورده است سرمایی فرازمینی در آن فضای سرد و یخی لیویا با صدای ضعیفتری ادامه داد بی برو برگرد حق با توه اما عزیزم به امتحانش میارزه بیا سعی خودمونو بکنیم شاید به هم نزدیک شدیم نومیدانه در دل آرزو کردم ای کاش می توانستم به آن ارواح عاشق کمک کنم پیکان رنج و عذاب بیش از پیش در قلبم فرو می رفت کم کم احساس کردم که محل صدای لیویا مدام جابجا جا می شود پایین تر، جلوتر. او سوال میکرد، اینجا؟ محل صدای مرد نیز تغییر کرده بود. صداها یکی پس از دیگری تغییر جا میدادند و با احتیاط این طرف آن طرف میرفتند. گویی از گم شدن و یا گم کردن یک دیگر اما مجددا به جای کلمات هجاهایی بریده بریده نفسهایی کوتاه و نالههایی خفیف و پرستراب از همه جای اتاق به گوشم رسید جسم من قادر به انجام هیچ عملی نبود نه کوچکترین حرکتی و نه ایجاد صدایی برای مدتی طولانی سکوت کامل اتاق را در بر گرفت اما ناگهان صدای لیویا را شنیدم صدای شبیه به نفس نفس زدنی سخت به تدریج پایین و پایین تر و سپس به طرف من آمد و بالاخره وقتی که در وسط اتاق از حرکت بازی استاد دوباره صدای او را به صورت کلماتی شنیدم که در نهایت وحشت ادامی بیست حس میکنم چیز دیگه ای هم اینجا هست مرد که کمی بالاتر قرار داشت جواب داد منظور شخص دیگه ایه؟ بله کجا؟ اون پایین هر دو صدا از جهات مختلف به طرف من آمدند اما خیلی زود از این موقعیت غافل گیر کننده ناخوشایند شوکه شده و وحشت زده عقب نشینی کردند و دور شدند کجا فرار کردی لیویا؟ من می ترسم. دیگر اصلا یکدیگر را نمیدیدند. لیویا پس از مکسی کوتا گفت سر جاد بمون و حرکت نکن. دارم سعی می خودم رو بهت برسونم. صدای مرد از دور دستا به گوشم رسید. من اینجا هستم. منتظر ادامه گفتگوی آن شدم. اما دیگر چیزی نشنیدم. با خود فکر کردم انگار حالا دیگه بدنم میتونه حرکت کنه. متوجه خودم شدم. چشمانم را انقدر محکم بسته بودم که انگار گفت شده بودم. دستانم را نیز روی چشمانم گذاشته و به شدت فشار میدادم. گویی از دیدن اطراف وحشت داشتم. نمی دانستم چه مدت در این حالت قرار گرفته بودم. مدت زیادی گذشت. کوچکترین صدایی به گوشم نمی رسید. سعی کردم بدنم را حرکت دهم. اما تمام اندامم درد می کرد. چشمانم را باز کردم و تلاش کردم آنها را در مقابل آن تاریکی مطلق باز نگه دارم. آرام آرام سیاهی رنگ باخت سرم را به چپ برگرداندم پرتوی کمرنگ روی دیوار خط انداخته بود به سرعت از تخت خواب پایین آمدم و به طرف پنجره دویدم. آن را باز کردم سپیده صبح دمیده بود در میان اشکال در همه خانه ها و پشت بام ها متوجه کف بحرخواب هایی شدم که در همه جای شهر کم کم روشن و روشنتر می شدند همانند دشت های بیرنگ و رو که با تابش شعاهای خورشید جان گیرند